طبیبان تاجیک استعمال غذای درست را برای نگه داشتن سلامتی در ماه شریف رمضان مهم می‌دانند. جهانی از آن زود غذاشناس بر این است که مخصوصاً در لحظه‌های اول افطار با سراسیمگی خوردن و هم خوردن غذاهای سخت، تند، باددار و دارای ماده‌های زیاد کیمیاوی برای تندرستی انسان پیامدهای ناگوار داشته می‌تواند. البته هنگامی روزداری نوشیدنی باید در خاطر داشت که نوشیدنی آب‌های رنگی گازدار که از گاز بیان، خوردنی محصولات‌های فاست فود که در ترکیب آنها از کنسروانت‌های کیمیایی بیان، استفاده بردنی کچوپ‌ها، مایونزها، خوردنی برگرها، حتی خوردنی غذاهای تست‌تیار از لحاظ رالتون، بیگ بوند، دیگر و دیگر با سلامتی انسان تاثیر منفی میرساند و باید گویم که در این ماه باید که از نوشیدن فقط آبی تازه، آبی تر و تازه، مرحمت آبی تر و تازه با یک قاشقچه عسل، مرحمت نوشیدن شیره میوه ها، مرحمت. این غذاشناس توصیه می‌دهد که روزداران در افطار بیشتر از غذاهای مایع و میوه و سبزیجات استفاده برند و او بر این است که افراد روزدار باید در سحرخوری غذاهای سرکالری یا قوتناکیشان زیاد را استعمال کنند تا بدن انسان را تا شام با نیرو تامین کند. همچنین در صبح نزدیک به معیار معمولی بدن به آب استفاده کنند تا پایان روز بدنشان از بی‌آبی شدید اذیت نکشد. اگر ما در این ماه و مقدار زیاد چربوها را استعمال کنیم، ما غذاهای سبزیجات را بعضی ها نمیخواهن خوردن استعمال نکنیم، فقط غذاهای بریان، غذاهای شور، غذاهای نمکین و همون بادرینگهای شور و پمیدارهای شور بیشتر را نزم بینن که میتوند به بیماری های رکای خونگر، به بیماری های جگر، غدود زرمیده که یکی از منبع های اساسی سالمی انسانی به حساب می رود. کسانی شیرینی در این وقت زیاد می خورند و می تواند که مقدار گلوکوز های ترکیب خونشان و کسانی که به بیماری دیابت مایل دارند، نه اینکه مبتلا می شود بلکه مایل دارند، می تواند که خروش آن را به وجود یارد. ولی برخی ساکنان بر اینند که وابسته به وضع صحتیشان هر فرد می تواند از خوراک های گوناگون استفاده کند. همش آدم خودش زویست میکنه، ارگانیزم آدم. اگر یکان کسل داشته باشه، یکان جلوتکا، یکان دردمنده هم خیلی داشته باشه، میتونه خوراک های ملایم خوش رو بخوره. اگر ساق باشه، سلامت باشه، هر چه خودم میگره میشه، فرق نداره. هاش گوش بریان، اپیتیت خیلی باشه. طبیبان میگویند در ماه رمضان آدمان پس از روزه طولانی یک بار خوراک زیاد میخورند که گوارش یا هضم شدن آن جسمشان را عذاب زیاد میدهد. ولی اکثر ساکنان در صحبت های سری روحی گفتند باور دارند در انتخاب غذا و حجم آن قاعده های استعمال را رعایت میکنند. قطعی سبک و دوی مشبه و قطعی مزبینتر دو خیل میکنیم، گازنوک نمیکنیم، کمپوت میکنیم، سلامتیک و ضرر دارد. اوشنای سالات میکنیم، امکه سبک دار که توشتو روز در روز خالی میگردد، جلوتکه، تو از وزبینی نکند. وقتی افطاری آبی، اول آبی کم تا شیرگرم برای همی جلوتکه من نزدن، میده من نزدن، ویرون نکردن هضم میده را، یک آبی شیرگرم میخوریم، بعدا خورموهای بلوش، بعدا خوراک گرم در صبحونت، شیر خیلی، شیر ما کم تر میخوریم، خصوصا ما خودم جلوتکه، میدم کم تر در هضم شیر کمتر وای دارد. تخمو خیلی یکون در خطوی سبوک میخوریم در سهرم بیشه وقت چی نمیخوریم؟ وزمی نمیخوریم، گزیروفکه هم نمیخوریم. برای خودداری کردن از مقصد چیزهایی که در ارگانیزم زهر میرساند ما بیشتر بیشتر چخیلی که زندی پیامبر است با خیرمو مقصد روزه خدا میکش میشکویم و ما گروه ما که در خونه هستند از نوشکی های گازدار احتیاط میکنند، نمی نوشند. بعد تنها بعد افطار، بعد خوراک. سر فقط شیرچای میخورم روز شگف زنم. طبیبان به نفران مریضی معده و روده، جگر، سرطان، زنهای حاملدار، زنهای دارای کودکان شیرخوره گرفتن روزه را توصیه نمی دهند. توصیه طبیبان برای استعمال غذای درست در حال است که شکایت ساکنان از گرانی نرخ محصولات مخصوصا در ماه رمضان بیشتر صدا می دهد.
طبق قرار شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان، ماه رمضان در کشور 23 مارس سر شده خوب ادامه دارد.